همراه میشیم با دامون محمدی تحلیلگر سیاسی. آقای محمدی، خب منتقدان به دیوارکشی تئاتر شاه تاکید دارن که این اقدام در ادامه سیاست‌های شکست خورده است. ارزیابی شما در این باره چیه؟ با درود احترام خدمت شما و بینندگان محترم شما. ببینید، دلیلی که مطرح میشه برای این بحث حصارکشی یا حالا تحت عنوان حریمی که داره مطرح میشه اینه که آسیب‌های اجتماعی اونجا وجود داره و مثل بالا حضور کارتون خواب‌ها، مثل حضور بساط فروشان که بساط کنندگانی که اونجا جمع میشن و به این دلیل اومدن بحث در واقع حریم رو مطرح کردن که از اون بحث حصارکشی. نکته که خیلی مهمه اینه که در واقع این راه حل از یک نگاه غیر سیستمی میاد، یعنی شما عملا صورت مسئله رو پاک کردی، به جای که نگاه بکنی به ناتوانی در پرداختن به اون آسیب‌های اجتماعی و کنترل اونها از طریق مدیریت درست شهری، در واقع یک راه حل دم دستی رو انتخاب می‌کنی و میای یک جزئی رو از یک سیستم کلانتر حذف می‌کنی و هم به خود اون جزء آسیب می‌زنی و هم اون سیستم کلانتر که هم آسیب‌های اجتماعی است عملا سر جای خودش باقی می‌مونه. نکته بعدی که باید اشاره بکنم اینه که ما اگر قرار باشه که به آنچه که در واقع تئاتر شهر در نقطه قرار داره فقط صرفا به این آسیب‌های اجتماعی توجه بکنیم و سایر رفتارهایی که اونجا صورت میگیره که رفتارهایی است که در واقع میشه گفت که اونجا کانونی است که شما فرهنگ و هنر و سیاست رو با هم دیگه در یک تلاقی میبینیم، کانونی است که بسیار از رفتارهای اجتماعی رو صورت میگیره، یک هویتی داره میده به اون شهر و بسیار از رفتارهای دیگه‌ای که به صورت رفتارهای مثبت تعریف میشن شما اینجا نمیبینید. در واقع مثل فرد میونه که میخواد بیاد در واقع ابروی رو اصلاح بکنه و چشما رو کور میکنه و راه حلی که در واقع دارن انتخاب میکنن از این جنس است. نکته دیگه ای که در واقع باید اشاره بکنم اینه که وقتی که بحث حریم مطرح میشه، فرض رو بر این بذاریم که بله، بناها و اساسا در واقع آثار مهم باید حریم داشته باشن، اما این حریم به معنای دیوارکشی و حصارکشی نیست که تو این طرح ما الان توی اون در واقع ترسه بودیم که اشاره شما نشون دادید، نشون میده که دقیقاً عملا رفتن از بحث حریم رسیدن به دیوار کشید. در صورتی که ما حریم رو معمولا وقتی که شما در واقع رفتارها رو درست ببینید، فضاهای میان افزار رو طراحی بکنید، مثلا در واقع با مجموعه آنچه که در پیرامون اون اثر داره شکل میگیره، یک اثری که 50 سال سابقه داره و اونجا در واقع جا باز کرده، مردم اونجا رو باش ارتباط گرفتن، بسیاری از کنش‌ها و رفتارهای خاصی که در واقع مردم اونجا با هم گفتگو میکنن، تئاتر خیابانی برگزار میشه، دانشجو اونجا جمع میشن، همه اینها رو شما باید ببینی و در واقع با شناختی که از اینا به دست میاری میتونی در ساماندهی این رفتارها اولا حریم رو تعریف بکنی که توش اصلا از دیوار خبر نیست، بلکه بیشتر توش رفتار میبینی و رفتارهای اجتماعی اون حریم رو میسازن. و خب این متاسفانه در واقع سیستم جمهوری اسلامی اساسا وجود نداره، یعنی اون حقی که شهروندان دارن و اون چیزی که این اثر در حضور 50 ساله خودش در واقع اونجا آفریده رو نمیبینن و صرفا در اساس اون سیاست‌های جداسازی مردم و هنرمندان و خصوصا نگاهی که در واقع جمهوری اسلامی به تئاتر داره، من فکر می‌کنم این هم اون جنبه سیاسیش خیلی بیشتر داره در واقع جلوه می‌کنه. متشکرم از شما دامون محمدی تحلیلگر سیاسی.